سوال همیشگی کنکور تجربی، تا به چند ضابطه میده، میگه فلان جا پیوسته است، پارامتر رو ازت میپرسه، تو میری حد چپ حد راست مقدار همه رو با هم مساوی میذاری، یک کلام به بچه ها میگیم چمره چپ مقدار راست پیدا میکنی، مساوی هم میذاری، پارامتر به دست میاد. به خدا 98 تستی که داد از هر سال آسونتر داد، چون نگفت کلن پیوسته است، گفت چپ پیوسته است، یعنی فقط کافیه حد چپ و مقدار رو با هم مساوی بذاری. آخه بابا چیه دیگه؟ یعنی چمره هم نمیخواد، چمه بری بستشه، چمه یه چه حد چپ برو، یه میم مقدار برو. خب مقدار که تابلوه، آی ایچ آقا حد چپ تو منفی دو. بچه شما چه حد چپ تو منفی دو، چه حد راست تو منفی دو برید، پس تو خود منفی دو نیستید دیگه، پس باید ضابطه بالا رو نگاه کنی، چپ هم میخوای بالا رو نگاه میکنی. آقا این لیمیته رو باید برم، لیمیت 8 به اضافه x به قدر x به اضافه 2، x میره به سمت منفی 2 کمتر چپ. همیشه نه فقط تو حد، تو کل ریاضی موظفی هر موقع قدر مطلق دیدی اول تکلیفشو معلوم کنی. بچه ها منای 2 کمتر بره تو قدر با 2 جمع شه، میخوام ببینم مثبت خودش میاد بیرون یا منفی قرینش میاد. منهای 2 یه نمه کمتر، خب 2 تا بری جلو میشه 0 یه نمه کمتر، یا نه سخت عدد بذار، منهای 2 یه دهم کمتر، منفی 2 یه دهم، با 2 جمع شه منفی میشه، چون اون تو منفی قرینش میاد بیرون، منهای x منهای 2. حالا حد در رو برو، گام اول در حل هر سوال حد اینه که خود نقطه رو جاگذاری کنی. بچه خود منفی 2 رو اینجا تو صورت و اینجا تو مخرج جاگذاری کنی، تابلوه میشه 0 0. انتخاب اول هوپیتال خواهد بود، به جای صورت مشتقش، به جای مخرج هم مشتقش، منفی 1. حالا منفی 2 رو تو هوپیتال بذاری میشه منفی 12. این حد چپته، این مقدارته، وقتی تابه قرار از چپ پیوسته باشه بس اینا باید با هم برابر باشن، منفی 12 و آموساوی بوده، گزینه 1 درسته. یعنی دیگه از این تکراری در تست پیوستگی در تاریخ نمیبینی. برو دهه 90 رو نگاه کن، یه سال ببین پیدا میکنی تست پیوستگی این شکلی نداده باشن، برو نگاه کن.